دوستان گرامی، درود بر شما. 8 ماه مارس که هفته پخش این 5 اپیزود پی اس شو آنلاین است، همزمان شده با روز جهانی زن. به همین مناسبت انگاره هایی چیده بودم که فجایع سیستان و بلوچستان پیش آمد، فجایعی که شوربختانه در هر دو سوی مرز در پرداختن به آن کوتاهی شده است. با توجه به اینکه روز زن برای دوره ما 17 دیماه به حساب می آمد و باز از اونجا که شوربختانه زنان سرزمین ما از دایره روابط بین المللی کوچ داده شدند به عهد شاه ویزوزک صفوی، اگر نگوییم دورتر، توفیر نمی کند یکی دو هفته دیر یا زودتر پرداختن به آن. به علاوه قصه پرغصه زنان در ولایت فقیه از نگاه بسیاری از جمله خود من حکایتی است که مثل حکایت تلخ و شیرین عشق از هر زبان یا هر زمان که میشنوی نامکرر است. پس با اجازه میپردازم در این برنامه به شرایط ساری و جاری در بلوچستان و مناطق مشابه، و میبخشید که شرمنده ام از گزارشی که بسا تلختر است از شرایط عمومی زنان در سرزمین مادریمان. بخش اول، فاجعه در بلوچستان. بخش دوم، واکنش در داخل و خارج کشور. موسیقی زیر خاکی یا اعتراضی. گفتار پایانی، تکه‌ای از تاریخ. گزارش هایی که طی نیمه دوم فوریه از بلوچستان، سیستان، کرمان، کردستان و دیگر مناطق محروم و فقیرنشین کشور از طریق رسانه های مردمی و غیر دولتی مبادله شده، همه بار دیگر نشان می دهد که نظام عصر حجری جمهوری مثلا اسلامی جز سرکوب و کشتار برای خواستهای برحق و ابتدایی مردم به ویژه در مناطق فقیرنشین کشور پاسخی ندارد. نظامی که به پشتوانه نیروی انتظامی و سپاه پاسداران حتی بیش از درآمد نفت متکی به قاچاق اسلحه و مواد مخدر است، به بهانه اینکه گروهی در مناطق فقیرنشین از راه سوختبری نان بر سفره خانواده میگذارند، کاری که در مجموع حتی نیم درصد منابع نفتی کشور نیست، به قلع و قمع مردم این مناطق دست زده است و طبق معمول برای مقابله با خبررسانی تلفنی با چه شروع می کند؟ قطع اینترنت در آن مناطق، شبیه کاری که در رابطه با واکنش مردم به پاس گرانی بنزین در گذشته انجام داد. پیش از دیدن تکه هایی از واکنش عمومی در مناطق یاد شده، به گزارش این بانو توجه کنید که حتی قادر به توصیف میزان فقری که شاهد آن است نمی باشد. در روستای حسین آباد دامداری هستیم، از سمت دهستان رضا میشه، شرق کرمان ریگان میشه. مردمش انقدر فقیرن اینجا مردمش انقدر فقیرن که نان و یونجه میخورن و چه شما بخواهید چه نخواهید، ما از مردم مظلوم یمن، مردم مظلوم سوریه، مردم مظلوم فلسطین دفاع خواهیم کرد. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما همون کمکی را که به حزب الله لبنان کردیم که شیعه است، همون کمک رو به حماس کردیم و به جهاد کردیم و باز هم خواهیم کرد. سلام بر ملت شریف ایران. من یک جوان 17 ساله بلوچ هستم که قیام کردم. امروز اگر قیام نکردی و شکست خوردی، دیگر هیچ وقت نمیتوانی قیام کنی. از چی میترسی؟ مرگ در حقیقت چیه؟ مرگ اینه که دوستانتون رو بی گناه به دروده میبندند و ولی شما کاری نمیکنید. مرگ یعنی که به جای بیرون کردن آخونده ازشون پیروی کنید. والله به خدا قسم، این کار بار اولشون نیست که انسانهای بی گناه رو میکشند و بار آخرشون هم نیست تا وقتی که ما کاری نکنیم. ما
های زمین جا از شما درخواست کمک میکنم. یزید چینه کسی رو حمله کنید تا این رژیم آخوندی را از پادر بیاوریم. امروز یا پیروز میشید یا این غارتگرها تا آخرین قطره خونمون رو میمکن. دست به دست هم بدیم و بیاییم این دشمن رو از خاکمون بیرون کنیم. برای یک بارم که شده با شرافت زندگی کنید، نه مثل برده ها. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما از مردم مظلوم یمن، مردم مظلوم سوریه، مردم مظلوم فلسطین دفاع خواهیم کرد. چه شما بخواهید چه نخواهید. مقاومت هموطنان بلوچ و دراز کشیدن در جلوی خودروی ارتش که قصد ورود به شهر را دارد. قیام سراوان 5 اسفند 99. ما همون کمکی را که به حزب الله لبنان کردیم که شیعه است، همون کمک رو به حماس کردیم و به جهاد کردیم و باز هم خواهیم کرد. دو دهه مکرر است که در بلوچستان بلند شده است. همان اسلحه است که پدرانمان 42 سال قبل در کردستان و بلوچستان بر علیه ظلم و جنایتکاری های شما بلند کرده اند. در طول این مدت تمام توطئه های امنیتی و نظامی شما و همچنین فشارهای سیاسی شما در سطح منطقه‌ای و بین المللی برای زمینگیر کردن این ارتش مستضعفین ناکام مانده است. در عرف اشرار و گروه های مافیایی، گروگانگیری آخرین حربه است که آنها برای دست یافتن به اهدافشان استفاده می کنند. این به این مفهوم است که شما در مقابل ما درمانده و ناتوان شده اید. درخواست ما از مسلمانان غیرتمند کرد و بلوچ و همچنین دیگر هموطنان مظلوم من در نواحی مختلف کشور آن است که این مظلومیت مشترک را ارج نهاده و مودت و صمیمیت را در سطح کشوری گسترش بدهند و با توکل بر ذات باری تعالی مسیر رهایی از این رژیم ستمگر و خونریز را بپیمایند. در آخر باید برای پاسبانان ولایت فقیه یادآور شویم. به قول ماموستا هجار، لای حلوی برذفری برذمجی، چون بجی شرطه نوک چنده بجی. برای عقابان بلند پرواز چگونه زیستن مهم است، نه چقدر زیستن. مطمئن باشید این اسلحه‌ای که برای تحقق عدالت و دفع ستم بلند شده است با جنایت و ستم بر زمین نخواهد افتاد و انشاءالله جنایت ها و ستم هایتان آن را قوی تر خواهد کرد باذن الله. وطن همچنان اسیر است و سال نو دیگری در راه. با تکیه بر ستون استوار بنیاد نوروز که سالها در کشورهای بسیاری راه رساندن کمک بشردوستانه شما
ایرانیان پاکتینت و بخشنده برای پناهندگان بوده، روزی شادتر برای رنج دیدگان پناهنده ایرانی بیافرینی. بیاییم و در این سال نو خود نیست خوشنودتر از کارهای خیرخواهی من با دلی امیدوارتر زندگی کنیم. بنیاد نوروز فرستاده راستین شما نیکوکاران برای امید دادن و بردن اندکی شادی به میان رنج دیدگان چشم به راه ایرانی در سرزمین های آوارگی. بنیاد نوروز 1-704-544-7800. بخش دوم، واکنش در داخل و خارج کشور. همونطور که در پیشگفتار اشاره کردم، واکنش به فجایع جاری و ساری در ایران چنان که باید در هر دو سوی مرز به عمل نیامده است. عوامل مزدور و نان به نرخ روزخور در خارج، خواه ایرانی یا غیر ایرانی، که این روزها سخت در پی جفتجو کردن دوباره روابط دارالخلافه ملا علی با بیت العبیز ملا یوسفند و در رابطه با سرکوب گسترده و کشتار در بلوچستان به خناق سیاسی دچار شدند. میدونم هناق یا خناق تشدید نداره، لازم نیست کسی مدرک شش ابتداییشو به رخ من بکشه. عمدن گفتم خناق یا هناق، تشدید گذاشتم روش که شدت پوفیوزی را نشان داده باشم. روزنامه واشنگتن پست که روز به موزنامه تلقی میشه از زمانی که به وسیله جف بوزو خریداری شده، اطلاع سنوی من بهش خواهم گفت جف پوفیوز با عرض معذرت، ولی روز به موزنامه واشنگتن پست پستی رو به جایی رسانده که شورشیان بلوچ از جمله 37 کشته ای را که همان هفته اول داده اند اوباش لقب داده است و قاتلین آنها را نماینده قانون و لابد دموکراسی، آن هم از نوع دموکراسی که آمریکا و اروپا در ایران و افغانستان و عراق روبراه کرده اند. در چنین جو وانفسایی اقلا جا دارد مشوق و قدرشناس هر صدای مخالف بود و هر اقدام عدالت خواهانه ای را تشویق کرد، مثل افراد و گروه هایی که آنلاین افشاگری می کنند یا حتی به تظاهرات خیابانی دست می زنند. از خزر تا خلیج فارس ما صدای شما هستیم. امروز مقابل دفتر وزارت امور خارجه و اتحادیه اروپا و صدر اعظم و رئیس جمهور اتریش صدای شما هستیم. صدای شما رو به گوش دنیا خواهیم رسوند. شما هموطنانم در سیستان و بلوچستان، در سراوان تنها نیستید. ملت یک پارچه ایران در کنار شماست و مقابل این رژیم فاشیستی اسلامی که 42 سال نسل‌کشی ایرانیان رو ادامه میده می‌ایستیم و این رژیم رو از کشورمون بیرون خواهیم کرد و ایرانمون رو آباد و آزاد خواهیم کرد. در ایران همونطور که قابل پیش‌بینی بود و هست، همصدایی با رزمندگان بلوچ و سیستان یا هر حرکت مخالف حکومت به مراتب دشوارتر است از خارج کشور. و به همین مناسبت جای نهایت تقدیر و قدردانی است شهامت افراد و گروه هایی که با سرکوب حکومتی در می افتند و زیر بیانیه های مخالف امضا می گذارند، مثل بیانیه شجاعانه ای که اخیراً در اعتراض به کشتار سوختبران و محکومیت سرکوب مردم بلوچ و کرد و سیستان صادر شده و زیر آن 170 فعال سیاسی سنی و شیعه در مناطق یاد شده و 300 فعال مدنی از تهران و جاهای دیگر امضا گذاشتند. و در میان امضاها کم نیستند شخصیت ها و نام های سرشناس مانند نرگس محمدی، پرستو فروهر و فیلمسازانی چون محمد رسولوف و جعفر پناهی. دمشان گرم واقعا. جا دارد در این بخش بار دیگر یادی بکنم از مبارزی که هنوز در زندانهای رژیم جوهر جانش چون شمعی چکه چکه در حال چکیدن و سوختن است. محمد نوریزاد را میگویم که خیلی پیش از اینها محرومیت مناطقی که امروز به اختشاش و
شورش کشانده شده اند را فریاد زده است، فریاد دادخواهی سر داده است. من هرچی اینجا رو میگردم یک آیت الله، یک آخوند، یک ملا، یک روحانی اینجا نمیبینم. مگر نه اینکه ملاها آیت الله ها بر منبرها برای ما میگفتن که حضرت علی خودش رو با طبقات فروده است هماهنگ میکرد. چرا شما ها اینجا نیستید؟ این چه فخر و بدبختیه که مردمان ما رو فرا گرفته. کجایید آیت الله ها؟ کجایید ملاها، آخوندها؟ اینجا سرزمین ماست، اینجا بلوچستانه، اینجا انتهای فخر و بدبختی است که شما ها ایجاد کردید. ای سرداران سپاه، داغ ننگ بر پیشانی شما. موسیقی زیرخاکی یا اعتراضی. اصطلاح موسیقی زیرزمینی یا زیرخاکی در ایران امروز به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود در زمینه موسیقی که برای پخش آن مجوز رسمی یا قانونی نمی‌توان گرفت. اما با همه نگرانی‌ها و عواقب ناگواری که می‌تواند برای تولید چنین آثاری در میان باشد، هنوز شوق کار آن همکار متفاوت یا اثرگذار راه خطر کردن را در این زمینه هموار میکند. هدف اصلی بخش رزیستانس میوزیک یا موسیقی معترض، معرفی و حمایت کوشش هایی از هنرمندان داخل کشور است که از راه رسانه های مجازی قابل دسترسی هستند. اما در خارج کشور هم اگر کاری به اعتبار مفهوم اجتماعی خود غیر مجاز باشد، پخش آن در داخل کشور خود به خود زیر چتر موسیقی معترض به تعبیر این برنامه قرار می گیرد. برای نمونه، کاری از یک گروه فعال در خارج کشور را که در شبکه یوتیوب هم قابل دسترسی است، با سپاس از هنرمندان اجرا کننده برایتان انتخاب کردم که خود با مفهوم و تم کلی این برنامه هم کاملا می خواند. و اما برای لوگوی این برنامه از ترانه زیرخاکی اجرا شده در فیلم دروغ 12 شبکه من و تو برداشت کردم که کار مشترک سیاوش سبا و بابک سعیدی بود. با قدردانی از این هنرمندان و سپاس ویژه از کیوان عباسی و شبکه من و تو. شروع شوریشی در تدار و پسکی به گرم کوششی، در تدار و پسکی به گرم کوششی،
شویم، جای انتشار بسته می شویم. ما شبیه خوشه های گندمی، یک به صد هزار دسته می شویم. باز می کنیم قفل و بستتان، نیست می شود تمام هستتان. راه دیگری نمانده جبر ماست، پیش می رویم تا شکستتان. فکر کرده اید خم شده اید، فکر کرده اید پشت داده اید، کم شده اید، وطن همچنان اسیر است و سال نو دیگری در راه. با تکیه بر ستون استوار بنیاد نوروز که سالها در کشورهای بسیاری راه رساندن کمک بشردوستانه شما ایرانیان پاکتینت و بخشنده برای پناهندگان بوده، روزی شادتر برای رنج دیدگان پناهنده ایرانی بیافرینیم. بیاییم و در این سال نو خود نیز خوشنودتر از کارهای خیرخواهیمان با دلی امیدوارتر زندگی کنیم. بنیاد نوروز فرستاده راستین شما نیکوکاران برای امید دادن و بردن اندکی شادی به میان رنج دیدگان چشم به راه ایرانی در سرزمین‌های آوارگی. بنیاد نوروز 1-704-544-7800. گفتار پایانی، تکه ای از تاریخ. مناطقی که امروز به آشوب کشیده شده در دوران باستان و قلمروی قصه های شاهنامه فردوسی در کل سیستان نامیده می شد، زیر استیلای نواده گرشاسب از جمله سام نریمان، زال زر و بالاخره رستم دستان. سرزمینی که رادمردی و پهلوانی، ایران دوستی و یزدان شناسی از اونجا نشت کرده به اسطوره های ایرانی. اما از تاریخ مکتوب به این طرف، نام‌آورترین دلاوری که از این خطه به کتاب های پارسی از جمله تاریخ سیستان و ایران راه یافته، یعقوب لیث صفار است. رویگرزاده‌ای که نام ایرانیش رادان، پسر ماهک بود. در تاریخ سیستان و ایران آمده است که 200 سال بعد از حمله اعراب به ایران، زبان فارسی رفته رفته از مدارس و مکاتبات دیوانی حذف و زبان عربی به صورت اجباری تعلیم داده می شد. تا آن که خشکسالی بزرگی در سیستان رخ داد، شبیه آن چه به قول سعدی نه در باغ سبزی نه در راغ شخ، ملخ بوستان خورد و مردم ملخ. با این همه مأمورین خلیفه همچنان بیرحمانه خراج و مالیات سنگینی از دهقانان و بازرگانان می گرفتند و به سوی بغداد می فرستادند. در چنان وضعیتی بود که رویگرزاده دلاوری به نام یعقوب پای به میان نهاد و با گردآوری دلاورانی از سیستان، بلوچستان و دیگر نقاط ایران زمین به جنگ با عمال خلیفه پرداخت، تا جایی که تمامی سیستان و خراسان تا ماور و نهر و مازندران و گیلان و ری و اصفهان و فارس و کرمان را تا بخشی از خوزستان از متجاوزان عرب پس گرفت. نام ایرانی یعقوب لیث در تاریخ ها نیامده است یا به حد کافی نیامده است. برای ایرانیان فرزند آورده در ایران دوران ولایت فقیه که با دشواری های نامگذاری بر فرزندانشان آشنا هستند، چندان دشوار نیست درک کردن حال روز مردمانی که زیر سلطه متجاوزان عرب در آن روزگاران به سر می بردند. در آن دوران داشتن یا حفظ نام و القاب ایرانی دشواری که جای خود خاطرات جانی به همراه داشت. به هر حال یعقوب طی فرمانی به تمام نقاط ایران زبان عربی را حذف و زبان فارسی دری را به ویژه در دفاتر دیوانی و حکومتی جایگزین آن کرد
و همین زمینه مساعدی شد برای پیدایش عارفان و شاعران بسیاری در فرهنگ و ادب ایران همچون فردوسی و نظامی و عارفانی چون مولوی، سعدی و یگانه‌ای چون حافظ. به هر صورت به یمن دلاورانی چون یعقوب لیث صفار است که ما امروز به زبان فارسی دری با هم در ارتباط هستیم. اگر او به چنین کار بزرگی برای زبان و ادب فارسی دست نمی زد، کشور ما امروز مثل مصر، تونس، لیبی، مراکش و الجزایر عرب زبان می بود. و اما پایان کار یعقوب لیث نمیدانم به چه صورتی در کتابهای درسی امروز راه یافته یا نیافته، اما به صورتی که ما در کتابهای درسی میخواندیم چنین بود که خلیفه عباسی که تجربه برافتادن خاندان بنی امیه به دست ایرانیان را داشت، هراسان پیکی به سوی یعقوب میفرستد و میگوید حکومت تمامی نقاطی را که در ایران تصرف کرده ای به خود تو وامی‌گذارم، ولی تو از ادامه جنگ با من دست بردار و مرا به خلافت مسلمین بپذیر. میگویند یعقوب نان و پیاز شمشیری در یک سینی می‌گذارد، مقابل فرستاده خلیفه می‌نهد و میگوید از قول من به خلیفه بگو من روی گرزاده ساده هستم که غذای معمولی هم همین نان و پیاز است و تو به عنوان فردی متجاوز به خاک ایران در مقامی نیستی که به کسی در این سرزمین مقامی ببخشی. تا زمانی که تو و عمالت دست از تجاوز این آب و خاک بر نداشته اید، هرچند خود را خلیفه مسلمین بخوانی یا بدانی، داوری میان من و تو با همین شمشیر است. اگر پیروز شوم که تو و عمالت را از این سرزمین میرانم، و اگر شکست خوردم برمیگردم به حرفه رویگری خودم و نان و پیاز خودم. به این ترتیب جنگ با لشکری که خلیفه روانه کرده ادامه می‌یابد. فرمانده لشکر عرب که محمد ابن جعفر نام دارد در آن جنگ کشته می‌شود و سوارانش تار و مار. اما یعقوب هم خود چندی بعد به علت بیماری در شهر دزفول که محل این آخرین جنگ اوست در می‌گذرد. همه اینها را گفتم که برسم به همین نکته که این هر دو سردار جنگی در همان منطقه به خاک خفته اند. اگر روزی گذارتون به دزفول افتاد، از هر دو محل دیدن کنید. این هر دو چنان با هم متفاوتند که حیرت خواهید کرد. هر که تاریخ نداند گمان میبرد که یعقوب متجاوز به این سرزمین بوده است و محمد ابن جعفر مدافع این سرزمین. در غرب دزفول مقبره محمد ابن جعفر با شکوه و جلال هرچه بیشتر همه روزه پذیرای زائران است، اما در شرق دزفول در مسیر جاده شوشتر برای یافتن مقبره یعقوب به مشکل برخواهید خورد، چون از مردم شهر کمتر کسی محل آن را که در مخروبه دور افتاده است میتواند به شما نشان بدهد. تازه وقتی مخروبه را پیدا کردید به سختی میتوانید بپذیرید زیر آن تخت سنگ ترک خورده یکی از شجاعترین و میهن پرستترین فرماندهان تاریخ سرزمینتان به خاک خفته است. هنوز غم‌انگیزتر از این چیزی میخواهید؟ به حال و روز دلاوران امروز سیستان و بلوچستان و فلاکت مردمان محروم این مناطق و دیگر مناطق فقیرنشین سرزمین مادریتان نگاه کنید یا دست کم بیاندیشید. محاکمه سینما رکس. از شما دعوت میکنم فیلم تئاتر محاکمه سینما رکس را در همین چنل به تماشا بنشینید.